تنها مسابقه که یه خورده متفاوت بود که گفتم اینجا بگم بچه بدم، مسابقه با آلمان بود، یکی از شرکت های تو آلمان که برای ریاکتیو بود. همه اینایی که میگم دیگه برای ریاکتیو بود. مسابقه ای بود که اول با تکنیکال منیجر صحبت کردم، اول اچ‌آر ببخشید، بعد تکنیکال منیجر، و وقتی اینا اوکی بود گفتن یه روز مسابقه میذاریم از صبح تا بعد از ظهر با تیم ما باید باشی. صبح مثلا با پروداکت اونر صحبت میکردم، طرفای زور یکی از بچهای فنی می اومد باهاش یه کدینگ چالش رو انجام دادیم که توی اون کدینگ چالش من خیلی حرف می‌زدم، گفتم آره می‌خوام این کارو بکنم، می‌خوام این کارو انجام بدم، اینجا فکر کنم اشتباه کردم، به نظرت این کارو بکنم، خیلی کامیونیکیت می‌کردم. تهش که تمام شد یه چک لیستی گذاشت، گفت خب این چک لیست اینا رو ازت خواستیم، اینا رو انجام دادی، یعنی همشو، خب همش انجام شد، ولی مثلا اینجا به نظرم بعد این کارو می‌کردی، این کارو یه فیدبکی داد تمام. رفتیم با بک اند دیولپرها صحبت کردیم، دو تا از سینیور فرانت اند ها اومدن صحبت کردن و در نهایت این مصاحبه هم تموم شد. مصاحبه سوئد هم همین بود تقریبا، اچ آر و تسک فنی صحبت روی اون با یکی از ارشدا، در نهایت هم یه تست شخصیت بود که معمولا تو سوئد اول میگیرن ولی این دفعه آخر گرفتن، گفتن ما برامون ملاک تکنیکاله، تست شخصیت ما آخر میگیریم. خیلی جالب بود. و همزمان با هم اینا آفر دادن به من، اون شرکت از آلمان زنگ زد، گفت اینا میام زنگ زد، تماس گرفتن با من از طریق گوگل میت و اینا، گفتن که این آفر ماست و امیدواریم تو یک ماه دیگه اینجا باشی، ولی که ریلوکیشنی برات نداریم، یعنی باقی داستان با خودت، فقط آفر میدیم. شرکت سوئد هم با من تماس گرفت برای ریاکت نیتیو، گفت که آفر رو میدیم، ریلوکیشن هم داریم برات، و حقیقتا علاوه بر همه اینا بیشترین چیزی که منو راغب کرد بیام سوئد یکی اچ آر شرکت بود، یه خانم واقعا خوبی بود، یعنی حسابی منو کمک کرد و خیلی حس خوبی میداد و حمایتگر بود، همه چی رو دقیق با برنامه به من میگفت، تا اچ آر های دیگه که حالا مثلا خیلی کاری برخورد میکنه نمیدونم حالا چجوری میتونم برسونم. و دومین دلیلش هم این بود که من دیگه نمیخواستم راستی زیر بار سفارت و زبان نمیدونم جدید آلمانی و اینا برم، چون تو ترکیه کشیده بودم این داستانه که دوباره یه زبان یاد بگیرم برم سراغ سفارت، و حالا جدیدن هم سفارت مالو مثلا میدم تو آلمان بعض وقتا سابقه بیمه میگرفت و این چیزها رو شنیده بودم، گفتم نه من اینا نمیتونم جور کنم. بعد هم آفر سوئد رو قبول کردم و وقتی که ریجکت کردم، برای اولین بار تو زندگی می شرکت رو ریجکت کردم، گفتم دلیل چیه؟ گفتم که این آفر ریلوکیشن، خب چرا نگفتی به ما؟ نگوشیت میکردی ما هم میدادی. من گفتم خب از اول خب میگفتی، من چه میدونستم تو اینو داری. و خلاصه این خیلی عجیب بلی بود این داستان برای من، ولی یه تجربه بود برای دوستان که نگوشیت کنی تو آفر یه خورده نزیاد. همین تنها کاری هم که برای سفارت سوئد شما انجام میدی، میری سفارت انگوشنگاری میکنی تمام، دیگه باقیش رو شرکت انجام میده، هزینه ها رو خودش پرداخت میکنه، در نهایت هم کارت میاد و میری میگیری و میاییم سوئد. این بود حالا خلاصه داستان من که من رسیدم سوئد با 722 تا اپلیکیشنی که فرستادم. آره داشتم حساب میکردم چند تا شد این عدده که گفتی رو جمع بزنم، خیلی زیاد بود، یعنی 720 تا اپلای کردی و چقدر هم پرسیستنسی داشتی که تونستی آخر به اون چیزی که میخوای برسی. آره و یه نکته دیگه هم که فقط بخوام بگم اینه که سایت هایی که من ازش اپلای میکردم استک اوورفلو جابز بود، لینکدین جابز بود و زینگ، مال آلمان، خیلی از زینگ اپلای میکردم و اینی که گفتم فقط مال لینکدین جابز بود، این 700 تا مال لینکدین جابز بود، اونا چیه چقدر بوده این ور اون ور. خب تو لینکدین اصلا چیزو نمیزنه علیرضا، تو لینکدین اصلا نمیزنه اینا مثلا ریلوکیشن پکیج دارن ندارن، مثلا اینترنشنال میگیرن نمیگیرن، برای چی مثلا اونا رو اپلای میکردی؟ برای من مهم نبود، چون من میدونستم سابقه هم، من 2 سال سابقه دارم، یعنی اصلا یک کیس خاصی هم به نظر خودم، 2 سال سابقه و 24 سالگی شروع کنم 27 سالگی برست، برای من مهم نبود. من گفتم من اپلای میکنم، نهایت یه شرکت، یه تجربه هم بگم، یه شرکت تو فنلاند بود، فکر میکنم 5 بار براش اپلای کردم، دفعه 6 پیام داد گفت It's not you, it's us، گفت مشکل تو نیستی، ما نمیتونیم تو رو ریلوکیت کنیم، یعنی به زبان بیزبانی گفت تو رو خدا اپلیکیشن نفرست واسه ما، و این اتفاقم بود، ولی من میخواستم